نومیدی یک جوان، این کهنه شده، تنهایی یک ملوان، دشنه یک خائن، نه زاری یک دختر، تکراریه. نمیتونی یه چیز نو بنویسی؟ تو یه نویسنده بی استعدادی. من هیچ وقت به قله شهرت نمیرسم. من درگیر یک توقف هنرمندانه شدم. خوشم اومد. یک توقف هنرمندانه. شما همتون مثل همی. چی؟ شما نویسنده ها همش ناله و شکایت میکنید. تو کی هستی؟ من همون خلاقیت تو هم. شایدم تخیلت با خاطرات بسیار و خوشحالی های فراوان، ولی از ناله های تو دیگه خسته شدم. نمیدونم تا کی میخوای سر من و خودت هوار بکشی و نق بزنی. به طبیعت نگاه کن. یک قزلالا که خلاف آبشنا میکنه بیشتر از نویسنده ای که با یک صفحه سفید روبروه اعتماد به نفس. من متاسفم، اما مسئله اینه که خلق یه چیز جدید کار دشواریه. خب معلومه، همیشه وقتی میخوای نوآوری کنی کارا سخت میشه، اگر نه حرفای تکراری که کاری نداره. خب برای من ساده نیست، شخصیت های من برای من مشکل ایجاد میکنن. همیشه همینطور بودم. منظورتو بگو. موضوع اینه که شخصیت های من وارد زندگی خودم میشن و کلافم میکنن. چه اینطور؟ حالا به نظر تو کجای این کار ایراد داره؟ اونا همیشه هم کارشون منطقی و درست نیست. پس سعی کن شخصیت های خلق کنی که رو دستت نمونن و اذیتت نکن. من به کمک احتیاج دارم. سعی میکنم شعر بنویسم. نه نمیتونم. داستانه کوتاه هم ناامید کننده است. اولین رمانم برگشت خورده. حالا میخوام یه زندگی نامه بنویسم، اما مغزم انگار خشک شده. احتیاج دارم به یه محرک احساسات، یه چیزی مثل رومئو و ژولیه. تقلید نکن، داستان خودتو بنویس. اصلا اونا چطورن؟ میدونی خاله ویولت چقدر برام زحمت میکشی؟ اون نمیتونست خودشو جمع جور کنه. اون که رودا استوارت و مادرشه. درسته مگه نه؟ تراژدی یک مادر سنگدل، یک همسر نافرمان و یک دختر بخت برگشته. اوه این فوق‌العاده است. متشکرم، متشکرم. حرفشم نزن. امان از نویسنده ها. میشه یک کتاب دربارشون نوشت. امیلی در نیومون بر اساس آثاری از ال ام مونتگومری، استفن مک هتی، لیندا فارسون، جان نویل، مارتا مک و شیلا مک‌کارتی برگشته. منو گذاشتی رفتی، حالا توقع احترامم داری؟ رودا میدونم از کار من خوشت نیومده، اما تو خودتو جای من نذاری حق قضاوت ندارم. من دخترتم، چه حقی از این بالاتر؟ میدونی چقدر خجالت کشیدم؟ خجالت کشیدی؟ منم یه اون با یه آدم دست و پا چلفتی و یه دختر نقنقو مثل تو زندگی کردم و خجالت کشیدم. من یه دختر نقنقو نیستم مادر، من 14 سالم شده، اما تو که این چیزا رو نمیدونی. حتی روز تولدم اینجا نبودی. روز تولدت؟ آه رودا، فراموش کرده بودم. آه خدا جون، حتما اون موقع سوار قطار بودم. میدونی من به شدت افسرده بودم و به توصیه یکی از دوستان تصمیم گرفتم چند روزی برم مسافرت و استراحت کنم. میدونی سفر باعث باز شدن روحیه آدم میشه. آخه میدونی تو من اون موقع همش به فکر خودتی. تو دوستات که بهت یاد دادن منو با بارو تنها بذاری و بری، ولی من نمیدونستم که تو مادر، تو هیچی نمیدونی. نمیدونی من چقدر به خاطر رفتار تو از این اون متلک شنیدم. ناجا تو حق نداری اینطوری با من صحبت کنی. ای دختر،
دختر یه موزی به حرفای ما گوش میکردی؟ بله، اما شما اشتباه فکر میکنید. من داشتم داستان مینوشتم، یه داستان درباره شما. یه چی؟ فقط یه جمله میخوام. یه جمله؟ آره، از زبون خودتون. میدونین اگه این داستان منتشر بشه چه قوقایی به ما میکنه؟ همه شما رو میشناسن و حسابی معروف میشین. واقعا چه روی داری؟ میخوای با ریختن آبروی من داستان سرهم کنی و پول به جیب بزنی؟ حقشه برم از دست شما خانواده موریا شکایت کنم که اینجور مردم رو بدنام و بی آبرو میکنین؟ که داستان بنویسی؟ ولی من حاضر نیستم اسرار خانوادم رو برای کسی بگم. من که برای کسی تعریف نمی کنم. ولی خیلی ها ممکنه اون داستان احمقانت رو بخونن. نه، کسی نمی خونه. شاید یه روزی بفروشمشون، اما من برای آینده هم می خوام. آینده ای که من یه نویسنده معروف میشم. آینده ای تو؟ آینده ای من چی؟ فکر کردی دوست دارم مردم به خانوادم بخندن؟ مردم نمی خندن. براشون جالبه. زندگی یک دختر تنها، این اسم روی کتابم میذارم. تو این کارو نمی کنی؟ چرا میکنم؟ باور کن خیلی از آدمای بینامونشون توی این دنیا بودن که یه نویسنده اونا رو معروف کرده و به شهرت رسونده. نمیخواد به من لطف کنی یک کلمه از اون کتابو بنویس تا خودمون گردن تو بشکنم. تو کلیسای بلر واتر برای جوانای جلسه بحث درباره مسائل کتاب مقدس گذاشتن روز سه‌شنبه ساعت 7:30. بری برو پای تخته. خلاماری همین که گفتم، برو کلاه بوقی رو هم بذار سرت، برو. خب حالا گوش کنین، انجمن نوسازی بلر واتر احتیاج به چند داوطلب برای رنگکاری سالن کلیسا داره و یک شنبه آینده مدرسه بلر واتر میخواد بس دیگه میخواد پول جمع کنه برای بیماران جزامی. تمام دخترها یه ظرف نهار میارن با یه ساندویچ و یه تیکه کیک. گفتم بس کنین. برای مراسم باید لباس داشته باشی؟ من لباس آبیمو همه جا پوشیدم. هر لباسی که تنت باشه کمکاتو قبول میکنم. چرا ما باید نهارو تهیه کنی؟ پس پسرها چی کارن؟ همیشه وسیله ماست، منصفانه نیست. به نظر من که جالبه چون دخترها با سلیقه تر. هدفه درسته، اما نه همه ی دختر. هدف ما کمک به جزامی هست، فهمیدین؟ پس همه باید به هم کمک کنیم. خب حالا دخترها میان و از توی کلاه اسما رو انتخاب میکنن. جزام یه بیماری وحشتناکه، چیزی نیست که دست کم بگیرش. خیلی خوب دیگه، حالا کتاباتون رو باز کنین. کشاورزی گردآفشانی گیاهان صفحه 37. کتاباتون رو باز کنین. پشتتو بکن به کلاس. زود باش پری میلر. زنبور اصلا به گردآفشانی گیاهان. پری میلر، من باید با پری میلر همکاری کنم. چه کار سختی. کلاه جدیدم چطوره رادا؟ تدی عجب شانسی، ببین به کی افتادم. تو کیو برداشتی؟ نگو کی، بگو چی. بسکودی هل. من الان میپرم روشو میترکونمش. زیادم ناراحت نباشید، به منم قرعه چندان خوبی نیفتاده. چیپ اوشی، من که پامو از تو خونه بیرون نمیذارم. منم همینطور، به من چه که به خاطر یه عده جزامی زحمت بکشم. این حرفو نزن، اونا بیمارن. تو خیلی بیرحمی جنی استرانگ. جزامی ها که دلشون نخواسته جزامی بشن، فکر میکنی خوششون میاد؟ کاری به جزامی ها نداریم الیزه برندی، اما هدر دادن وقتمون با یه عده هم کلاسی عقب مونده. ببینین با این بچه های خنگ باید وقتمون رو بگذرونیم. من حاضرم یه چشمو بدم ولی اینجا نباشم. آره درست مثل مادرت که شماها رو گذاشت و رفت. امیلی استار، من مثل مادرم نیستم. در ضمن دفعه آخرت باشه که راجب مادر من حرف میزنی. آره به تو چه مربوطه؟ من تو زندگیم دنبال موفقیتم، وقتمو با آدمای الکی هدر نمیدم. آره منم همینطور. بیچاره رودا، فقط خدا میدونه موقع ازدواج چقدر ایراد بگیره. من که فکر نمیکنم اون کسی رو بپسنده. هرگز، اینقدر گنده دماغه که هیچکی پیدا نمیشه ازدواج کنه با رودا استوارت. پاتو بردار هریسون عزیز تا جناب لارد بتونن رد شن. تو مراسم چای میبینمتون با چند تا کلوچه خوشمزه. چچا من به تو اجازه این رفتار بچگانه رو نمیدم. اینا تو این هتل پول میدن،
اون وقت تو پوست سیبو میندازی رو چمن؟ واقعا خجالت آوره. از ایرادایی که به لرد نلسون میگیری خسته شدم. تو این هتل دهاتی دارم میپوسم. آخه این لیوان ماله یعنی کلتو میکنه اگه ببینه اینجوری داری لیوانای بلورشو میگیری تو دسته. من تمام اروپا رو گشتم، از این لیوانا زیاد دیدم. برای من پوز سفرهای اروپا تو نده. آخ کاشکی یان زودتر از مونترال برگرده، رفتار تو داری منو میکشه. تا اون تونگونش کسی بدش به من میگیرش. تو اصلاح نمیشی. آخ پسر فورا این کسافتها رو تمیز کن. چطور جاری من این پسر رو تحمل میکنه؟ من که نمیفهمم. تحملش نمیکنه، برای همینم اعصابش ریخته به هم. مجبوری از این سلاح استفاده کنی. چند روز اقامت تو کلینیک دکتر و یک حالشو خوب میکنه. تازه این چیزا این روزا مد شده. چی؟ به هم ریختن اعصاب؟ همه خانمای متشخص با بحران روبرو میشن. تو خودت هم که شدی. اما اون بحران نبود، من به لادانو معتاد شده بودم. تو چت شده لارا، قبلا اینجوری حرف نمیزدی. به نظر من که خیلی ناخوشاینده. اما این حقیقته، من تمام زندگیمو داشتم تظاهر و لاپوشونی میکردم. مزخرفه، آدم ممکنه خیلی کارهای ناجور بکنه اما دیگه بلند بلند نمیگه که همه بفهمن. وای این هریسون جوان فکر منو به خودش مشغول کرد. شما حق دارین، اگه ایان اینجا بود هرگز رفتار اونو تحمل نمی‌کرد. دیگه عقلم به جایی نمیرسه، مادرش که به این زودی مرخص نمیشه، نمیدونم چه کار کنم. چیزی که اون میخواد توپ و تشر ایزابل. ایزابل میدونه چجوری ادبش کنه. تصورشو بکنین هریسون بره نیومون. ببینید خدمتکار خنگ شما چی کار کرد؟ اون چای و ریخ رو کراوات من. میدونی قیمت این کراوات تو بوستون چقدره؟ اوه هریسون عزیزم، لورا و من داشتیم فکر میکردیم شاید تغییر مکان برای روحی تو مناسب باشه. جدا؟ حتما یه سفر به شهره، کنسرت موسیقی، یه خرید درست حسابی. خب کی میریم؟ ولی بستونه واقعا یه آمریکای پولدار، من که باورم نمیشه یه همچین آدمی به میل خودش بخواد بیاد بلرواتر. چه آدم بیاد بگرده همایی ما و یه عالمه پول به جزامی ها کمک کنه. آه بیاد بگرده همایی ما، تو باورت میشه؟ این غیر ممکنه. یه آمریکایی بلند شه بیاد اینجا که به جوزامیا کمک کنه، من که بعید میدونم. بازم گوشت سیب زمینی میخوری؟ راستش با این وضعیت زیادم بد نیست. با کدوم وضعیت؟ شنیدم شما مردم فقط سیب زمینی میخورین. ما مردم؟ منظورت ما ماریای ساکن نیامونه؟ آره ما خیلی سیب زمینی میخوریم. پوره، آب پز، سرخ شده، تنوری. باید برای آشپزم دستور اینو بنویسم. تو آشپزم داری؟ با یه نوکر، چهار تا کلفت، دوتا بالا، دوتا پایین. تازه یه شکاربان پادو هم دارم. این همه آدم فقط برای مراقبت از تو مادرت. من لورد نلسون براش یه مربی گرفتم. مربی رو اشتباهی برای اون گرفتم. بیا بخور. این شام فردا شبه. بازم ما فردا از اینجا میریم. به محض اینکه خال هریت برسه از اینجا میریم. هریسون فکر نمی کنم دیگه دلی جان برگرده. بر نمی گرده؟ اما ما برنامه داریم تو شهر، کنسرت موسیقی. تو هیچ جا قرار نیست بری پسرک جوان، این روزا دست ما خالیه. خانم بالز پذیرایی از تو رو به عهده ما گذاشت. حالا که دیدمت باید بگم برای این کار باید پولم به ما میداد. این ظالمانه است، من نمیتونم اینجا بمونم. دخترمو یه کاری بکنی. متاسفم هریسون. نه حرفمو پس میگیرم، من متاسف نیستم. اما تو متاسف میشه اگه دوباره غذای منو بدی به اون حیوان. ببر بندازش تو انبار، جاش همونجاست. لورد نلسون توی انبار؟ اون تو خونه رو تخت سایبوندار میخوابه. تو نیامان هیچ کس زیر سایبون نمیخوابه جز شخص بنده. حالا بشخابتو بردار ببر تو ظرفشویی و خوب بشورش. زود باش جوون، بلند شو. بشورم بشخابمو؟ من تو عمرم هرگز یه بشخابم نشستم. باید برگردم ترژر هاوس، حتی اگه مجبور بشم پیاده برم. هریسون خواهش میکنم. نه بهش کن داره. نگران نشو، من مبزه باشم. زیاد دور نمیره. پوتینای شیکی که پاش بود دیدین؟ یک کلومت نرفته تمام پر و پاش تاول میزنه. ببخشید پاتون چی شده؟ بفرمایین تو، بفرمایین.
تا بخوام برگردم بستون هر دو پا ماشلاش شده. نکنه خودتی هریسون والز؟ اسم منم روداست. من یه تلفن میخوام. این دور بر تلفن نیست، تازه خطام قطعه. نمیتونم زودتر درستش کنم؟ باید مامورای اداره تلفن از هالیفاکس خبر کنن. اما چی؟ شاید یه راهی باشه. میتونیم یه پیغام بنویسیم و با دلیجان بعدی بفرستیم شارلوتان. دلیجان بعدی؟ اگه منو برسون شارلوتان حاضرم دلیجانو بخرم. اما تازه امروز صبح حرکت کرد و تا اواخر هفته دیگه هم بر نمیگرده. نه نتی، من باید از اینجا برم. کجایی وقتی لازمت دارم؟ تو منو وارد یه ماجرا کردی، حالا ببین چی شد. من وارد کردم؟ خودت ازم خواستی، یادته؟ باشه، اما من یه داستان جالب درباره استوارت داشتم. زندگی یک دختر تنها، یه دفعه یه شخصیت جدید پیدا میشه و داستان من مسیر تازه‌ای پیدا میکنه. حالا تقصیر منه که داستان تو به هم ریخته؟ وقتی شخصیتی رو در نظر میگیری باید فکر حوادث و اتفاقات بعدش هم باشه. اما من به حرف تو گوش کردم. انتخاب خودت بود، یادته؟ حالا همه چی رو حواس. من نمیدونم آخر این داستان چی میشه. نمیتونم هریسون بالزو بیارم تو ماجرا. اون لوس و نونو رو نفرت انگیزه، هیچ کس دوستش نداره. اشتباه میکنی، یک نفر داره. حالا چی میشه؟ داستانت پیچ و خمدار میشه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فوق‌العاده است. بله، باید ببینی چه اتفاقی میفته. پیچ و خم حوادث، پیچ و خم حوادث. من دلم نمیخواد اتفاق بدی بیفته. نمیخوام داستانم غم انگیز باشه. فصل دوم. مالکم اون الان تو فروشگاهه، میخواد فرار کنه. نگران نباش هریسون، میتونی رو سوارتا حساب کنی. ولم کن برم پیر مرد. با اون بوتینه یه مسخرت هیچ جا نمیتونی بری. حالا میفهمی که از ارباب نیومون نباید سرپیچی کنی. برو هیمون، زودتر دلیجانو برام اجاره کنی. پولش مهم نیست، این کارو بکنی. دست کن بده، بخند، شاید اون تو رو برای ازدواج در نظر بگیره. اما داره میره، به محض اینکه براش دلیجان اجاره کنی میره. کدوم دلیجان؟ مادر، تو همین الان بهش قول دادی. گوشتون رادا، فکر میکردم تو دختر باهوشی هستی. تو باید حواستو کاملا جمع کنی. حواسمو جمع کنم؟ خوشم نمیاد اینجوری با هم حرف بزنی. دختر جون، انگار اصلا حالیت نیست. تو منو یاد جوانی های خودم میندازی، سالهایی که در آرزوی یه همسر خوب دعا میکردم یه شوالیه دلاور بیاد و منو نجات بده. ولی پدر در ازدواج با تو اشتباه کرد. میدونی اگه تو نبودی ممکن بود با یه خانم واقعی آشنا شه، یه نفر مثل ایزابل موری. تو خواهی پرو رودا عزیزم، متاسفم. فهم کن برم. ببین، من فقط میخواستم حالیت کنم که تو باید یه شوهر دست و پا کنی. من اینجوری فکر نمی کنم، دوست ندارم اینجوری باشم. من شوهر نمیخوام حتی تا آخر دنیا. بعضی وقتا دوست دارم این دختره رو بیرونش کنم. هریسون میخچه های بزرگ پاشو نشون میده و قلب کوچک رودا میلرزه. به نظر جالب نیست پری؟ نه، نمیخوام چیزی راجع به هریسون بارز و میخچه های پاش بشنوم. بعد میگه خرجش مهم نیست، برای من یه دلیجان بگیر. تصور کن اون از رودا بخواد باهاش ازدواج کنه. امیلی، میدونی برای من مهم نیست رودا دوست داره سوار دلیجان اون بشه، اصلا به من ربطی نداره. ولی بالاخره رودا دوست داره. آره، اما به نظر من رودا سریعتر از عوض کردن جوراباش دوستش عوض میکنه. ولی پری، تو نباید اینقدر سنگ دل باشی. تو گاهی اوقات نسبت به آدم و بی توجه؟ نه، من بی توجه نیستم. ولی چرا باید برای آدمی دل بسوزونم که فکر میکنه از دماغ فیل افتاده؟ ها؟ میتونی کمکش کنی؟ کمک به رودا؟ نه، نمیتونم. اما باید بدونی آدم های خودخواه هم احتیاج به کمک دارن. گوش کن امیلی، گوش کن. من از اون بدم میاد. آه،
نه یه وقت این چیزا رو ننویسی. تو که فکر نمی کنی رودا بخواد با اون پسر هری بارز ازدواج کنه ها؟ پری میلر نکنه تو حسودیت میشه؟ من حسودی؟ اونم نسبت به یه بچه ننه نونور، یه جوجه فکاری شهری، یه میمون با کت و شلوار؟ نه الان بهت میگم نظرم نسبت به هری بارز و میخچای پاش چیه. اگه یه روز تو این مزرعه مجبورش کنی به کار، اون وقت مثل یه بچه گریه میکنه و به پات میافته. آره حسودی. تن ساز همراه، قابلیت اجرای 85 حرکت متفاوت در یک دستگاه، شادابی و تحرک تمامی عضلات بدن، تناسب اندام و لاغری موضعی برای تمامی اعضای خانواده. تن ساز همراه. خسته نباش، اومدم چکم بگیرم. منتظر باشین. ببخشید یه لحظه. یه لحظه. سامان یه تایید اینترنتی چک بانک سپه، مسیری مطمئن در امنیت بخشیدن به چک های صادره از طرف شما. ببینم مگه دکتر برای بابا غذای چرب و ادویه و نمک و این چیزا رو قدغن نکرده؟ چرا مادر جون، اون غذای شما مهمونای عزیزه. چی شد؟ آه روغن، فیله مرغ خالی رو انداختین تو مایتابه؟ این مایتابه آگرینه، با این ظرف بدون روغن هم میشه غذا پخت. مطمئنم مریم از آگرین شما خوشش میاد. وای چه میز نهار قشنگی. طراحی ماهیتابه آگرین و واشرهایی که روی لبه ظرف تعبیه شدن به شما این امکان رو میده که بدون ریختن قطره ای از مایعات محتوی ظرف، ماهیتابه رو کاملا برگردونید و وجه بالای ظرف رو روی حرارت بذارید و دیگه لازم به توضیح دادن نیست که از تمام دو سطح آگرین هم میتونید بهره لازم رو ببرید. با آگرین عضو جدید خانواده های ایرانی آشنا شوید. خونه با آگرین خونه میشه. زمانی برای پریل، پریل با عملکرد سگانه و کف فراوان اول در چربی‌ها نفوذ کرده، دوم اونها رو به طور کامل نابود می‌کنه و سوم بوی نامطبوع رو از بین می‌بره. در لحظه انتخاب هیچ چیز جای پریل رو نمی‌گیره. پریل جدید، حاوی گلیسرین، محافظ نرمی و لطافت پوست دست. اسنک جان، یه اسنک ترد خوشمزه. امتحانش کنی میارد. یه طعم جادویی از چاکلز، با پنیر و رنگ طبیعی. فقط همین از هری؟ اسمم هریسونه، هریسون ایورت بارز، درست بگو دیوونه. آها، واسه این که دوست ندارم مشتم دماغتو خورد کنه نشنیده میگیرم. پات کن، زیادم بو گند نمیده. من پام نمی کنم. خب پس مجبوری پا برنه را بیافتی. بازم هیزم بیار پری، هوا داره سر کنی. میخواین من تو انبار بخوابم؟ از سرما میمیرم. وقتی گاوا کنار هم باشن هواش خیلی هم گرمی. پری بهش نشون بده چطوری گوسفند رو جمع میکنی. یه دقیقه صبر کنی، من تنها چیزی که از گوسفند میدونم کباب بره. شنیدی که چی گفت؟ حالا را بیافت هریسون ایورت. عجب زبون نفهماییم. دیگه حرفمو تکرار نمیکنم. تکون بخوری یا نه دیگه احمقا، بریم اون بر. بریم دیگه. میخواد از عصبانی از سرش رو ببره. کاش که مادر شوهرم اینجا بوده میدید. خیلی لورا، بله از
ازدواج با یه مرد پولدار چه احساسی داره؟ خب از یه نظرهای بد نیست. هیچ وقت مجبور نیستی به خاطر یه تیک نون و گوش نگران باشی و مردم یه جور دیگه با هات رفتار میکنن، هنگار تو از اونا لایق تری. بله خانوم، نه خانوم، حق با شماست خانوم. ببینم نکنه اینا رو تو یکی از داستانه بنویسی، چون من زندگی نامه مینویسم. زندگی یک دختر تنها. یه چی؟ اما امیلی چرا فکر میکنی من یه دختر تنها؟ نه راجب شما نیست، درباره شما نیست، درباره یه استوارت هست. یعنی درباره رودا و اون هریسون. یعنی میگی اونو رودا؟ هنوز کامل نشده، اما خب احساس عجیبی دارم که ممکنه بشه. ازدواج مناسبیه، معاون فرماندارم میاد. خانم هریسون بالز از بوستون در امارت خودش کنار رودخانه چاز. این برای رودا مناسبه نه؟ تو داستانت حتی برای اونا خونه هم گرفتیم. امیلی میشه بری به شوهر آینده ای رودا یاد بدی چجوری گوسفندا رو جمع کنه؟ شما حتی به درزی کبره هم نمیخوریم. بذار یادت بدم. خب جی باشی، این مال توه، به شرطی که دهنتو ببندی و کاری که میگم بکنی. مادر برو برو. اون اینجا چی کار میکرد؟ خودش روش نشد بهت بگه، اون نمیتونه به اون مراسم بیاد، باید به کارهای خونش برسه. مادر یه چیزایی حس میکنه. خب حالا میتونی هریسون بالزا دعوت کنی، البته فقط یه پیشنهاده، نمیخوام بهت زور بگم. چی میگی؟ من نمیفهمم. تو متوجه نیستی، اگه نصف من قوه ابتکار داشتی اون وقت خودت به این فکر میافتادی. خودم بلدم فکر کنم. اما عرضشو نداری هریسون بالزا دعوت کنی به اون مراسم؟ میخوای من ازش خواهش کنم؟ مادر من دارم دیوونه میشم، من اصلا نمیخوام با اون ازدواج کنم. خوبه، اون وقت یه روز میفهمی که بهترین فرصت رو از دست دادی، روزی که دیگه یه دختر ترشیده شدی. پس هریسون بالز اینه؟ به نظر من که توفه نیست. این نظری توه، ولی اون خیلی به خودش مینازه. از همون افاده هایی که رودا داره؟ مواظب شست پات با؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. بی خیال هری، میخوام باهات رفیق باشم. میدونی مادر من چند تا از انگشتش قطع شد، البته یه تبر دستش بود در حال قتل یه نفر، اما گمونم طرف حقش بود. مادر تو یه آدم کشه؟ از نظر قانون اینجوری میگن. کارت که تموم شد بیا به جون اون هیزوما. مواظب شست پاتم باش. آقای بالز خیلی ببخشید، ولی مادرم ازم خواست بهتون بگم یه مراسم توی مدرسه هست که خوشحال میشم از اینجا برم بیرون. میدونستی مادر این پسری یه آدم کشه؟ اون اندازه یه تار موی شما هم ارزش نداره. ما تو مدرسه یه مراسم داریم، اگه بیاید خیلی خوشحالم میکنی. عجب. میدونم به نظرتون یه وزقه، ولی شاید رودا بهش علاقه من باشه. این یه بخش مهم از رمان منه. آمریکایی پولدار دلباخته یه دختر یه مغازه‌دار روستایی. کسی چه که پول داره؟ فکر میکنی پول خوشبختی میاره؟ خاله لورا میگه ازدواج با یه آدم پولدار بیفایده نیست. تو بین یه مرد ثروتمند و یه زاره فقیر کدوم رو انتخاب میکنی؟ معلومه. کسی که فقط به خاطر عشق ازدواج میکنه در واقع آدم فداکاریه، به شرطی که بتونه با مشکلات بیپولی بسازه. ولی رودا و مادرش الان فقط به پول هریسون فکر میکنن. اینم اشتباهه مگه نه؟ خانم استوارت به هیچی جز پول فکر نمیکنه. خدای من، عجب بچه های بدی شدین. ول کنی، اینقدر تو کار مردم فضولی نکنی. این اسمش فضولی نیست، ما میخواییم همه چی رو ببینیم. اگه رودا با این پسر ازدواج کنه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ اولا سرنوشت رو نمیشه پیشبینی کرد، دوما هر ازدواجی باید از روی علاقه باشه. درسته، نظر منم همینه. اما یادتون باشه وقتی یه گوسفند به آبگیر برسه تمام گله دنبالش راه میفته. خب این یعنی چی؟
خدا میدونه، اما اگه تو داستانت بنویسی همه فکر میکنن خیلی معنی داره. این تو آشپزخونه چی کار میکنه؟ برو تو انباری سر جای خودت. گم شد دیگه. از این بدتر نمیشه که حیوانا بریزن تو آشپزخونه من. این چه ساندویچیه واسه یه جشن مهم درست میکنی؟ واسه اون خپلهی که قراره اینو بخوره، این از سرشم زیاده. وقتی اون بزرگ بشه شاید یه آدم موفق از آب در بیاد. تو چه میدونی؟ اما بازم اسمش بسکو دیگله. خانوادش تو مالپک یه زمین دارن. برو خوشحال باش که یه همکلاسی پول دار داری. اسمشو از توی اون کلاه برداشتم. اینم از بدشانسی من بود. خب شاید دست سرده بشه. شنیدم هریسون بالز قراره با رودا استوارت بیان مهمونی. فکرشو بکن اگه رودا با هریسون ازدواج کنه اون وقت با من فامیل میشه. اون وقت خانم استوارت هم واسه چایی میاد خونه تو. بلما و مادر شوهر من یکی از یکی بدترن. اوه عجب فنجونه چای زیبایی داره خانم بالز. درسته خانم استوارت، اما اگه انگوش کوچیکتونه یکم دیگه ببرین بالا میره تو دماغتون. آه امیلی یکم رحم داشته باش، نمیخوای یکی دوتا بیسکویت بذاری تو اون بسته؟ یعنی بسکو دیگل با اون هیکلش بیسکویت هم میخواد؟ اون میگه متشکرم، منم میگم خواهش میکنم. دو کلمه ای که تو آخر عمرم دلم نمیخواسته بهش بگم. بسکو دیگل اون میگه متشکرم، منم میگم خواهش میکنم. دو کلمه ای که تو آخر عمرم دلم نمیخواسته بهش بگم. شما دو نفر راجبه چی دارید قطبت میکنید؟ راجبه بسکو دیگل. بسکو دیگل دیگه چیه؟ خب دیگه یه چور. امیلی از جنبه مثبت نگاه کن. کدوم جنبه مثبت؟ جنبه مثبتی وجود نداره. من مجبورم تمام مدت این گرده همایی رو با اون پسره خپل خیکی چغالو بگذرونم. خوش به حالت. خنده نداره. تو حالا خوب به اون نگاه کردی؟ آره چطور مگه؟ میدونم اونم یه آدم مثل بقیه، ولی چرا من باید پیش اون بشینم؟ همونطور که گفتی اونم یه آدمی مثل بقیه، فقط یه خورده توپل و خنگه. توپل بودنش مهم نیست، ولی من حوصله‌شو ندارم. ناراحت نیستم از این که توپل و خیکیه، از این ناراحتم که چرا من باید کنار یه آدم بی استعداد بشینم. یعنی منم خنگم؟ من اینو نگفتم امیلی، منم یکم توپل و خیکیم، پس یعنی منم بی استعدادم؟ تو چرا به دل گرفتی؟ ببین ایلزه، من اصلا منظور بدی نداشتم. آخه چند بار به من گفتی؟ گفتی من بی استعدادم. خب منم به هم برخورده. اشتباه میکنی. ولی گفتی. اگرم گفتم باهات شوخی کردم. بهتره فراموش کنی. دلم میخواد ولی نمیتونم. ایلزه تو بهترین دوست منی، دلم نمیخواد از من برنجی. حاضرم معذرت میخوام. یعنی من خنگ نیستم؟ نه البته که نیستی، اتفاقا خیلی هم باهوشی. حالا حالم بهتر شد. همیشه فکر میکردم تو زورکی با من دوستی میکنی، اما حالا که همه چی به هم ثابت شده، آرزو میکنم تو مهمونی بهت خوش بگذره. کی میدونه، شایدم بسکو از بقیه خوششان سر باشه. یه تراژدی دردناک، دو ساعت بعد بسکو رو تحمل کنم. متشکرم عزیزم. متشکرم. طبق معمول خیلی سر حالی میزی جین جینز. عصبانی نشو، سکته میکنی. چرا باید عصبانی بشم؟ البته نوبتی هم باشه نوبت توی میزی. پری میلر، تو بالاخره یه روز نخست وزیر میشی. مطمئنم اون روز میرسه.
چی به تو میرسه؟ به خدا راست میگم به نظر من وقتی یه نفر میگه چی به تو میرسه منظورش این نیست که تکرار کنیم، این اصطلاحه میفهمی؟ هر بچه مدرسه اینو میدونه. برو به سلامه. من نمیتونم داروی آرام بخش بهت بدم، باید صبر کنی تا پدرم از شالوتون برگرده. تو درک نمی کنی، هیچکی منو درک نمی کنه، من تو این دنیا خیلی تنهام. رودا، با اینکه من سالها از تو متنفر بودم اما میتونی به من بگی؟ من دکتر نیستم ولی خب از چی که بهترم. من باید با یکی حرف بزنم، اگه نزنم دیوونه میشم. من خیلی افسردم، افسرده و بدبخت. چرا افسرده ای؟ نمیدونم ولی خیلی اضطراب دارم. باید بگی علت افسردگی چیه تا کمکت کنم. الیزه، ای کاش. ای کاش چی؟ ای کاش به دنیا نمی اومدم. خب حالا که به دنیا اومدی عوض این که کمکم کنی داری سر به سرم میذاری؟ چرا حرفشو باور کردی؟ تو میدونستی؟ نگران نباش رودا، کمکت میکنی، به هیچ کی هم نمیگی. چرا میگی؟ تو یکی از اون داستانه احمقانت مینویسی، این کاره همیشه گیره. ما کمکت میکنیم رودا. هشدار، مصرف زیاد آن بسیار خطرناک است. رادا، تویی اون پایین؟ رادا عزیزم، میتونی دفتر رسیدا کجاست؟ من رادا چی شده؟ رادا وایسا. آنا رادا، خانم استوارت میگه پنی رویال برداشته، اگه زیادی مصرف کنه ممکنه اونو به کشتن بده. تو میدونی دلیلش چیه؟ من از کجا بدونم؟ ولی اون خیلی مضطرب بود. اون چی؟ همه چی رو بگو، زندگیش ممکنه در خطر باشه. رفته بود پیش ایلزه و خواسته بود که بهش یه داروی آرام بخش بده. باید یه کاری بکنی. آرام بخش؟ کجای دختر؟ رودا، من میدونم اون کجاست. دخترم و ایزابل خاله لورا زود باشین. خدایا خودت کمک کن. رودا، خدای من، ایزابل، تو فکر میکنی حالش خیلی بده؟ نه نه، خوبه که بالا آوردی، تمام سم خارج شده، حالش خوب میشه، نگران نباش. فقط دلم میخواد بمیرم. رودا عزیزم، هم باید ببریمش خونه. ویلما کمک کن بلندش کنش.
اینو بندازیم پشتش. نگران نباش دخترم، نگران نباش. حالش خوبه؟ آره بهتر از این نمیشه عزیزم. چی شد؟ راستش خوبه اون تازه میتونه حرف بزنه؟ نه الان زوده، حالا حالاها باید استراحت کنه. تقصیر منه، فکر میکردم ازدواج با هریسون میتونه خوشبختش کنه. نه تقصیر منه که از اول اونو بردمش اینجا. باید نصیحتش میکردم اما گوشش به دهکار. نه خودتو سرزنش نکن امیلی، تقصیر مادرش که هیچ وقت به اون توجه نداشت. حالا چون موقعیت من سرزنش نکنی، از حقیقت فرار نکن خانم استوارت. چرا دعوا نکنی؟ مقصر اصلی کس دیگه است، هریسون بالز. اون بهش وعده ازدواج داده بود، بعدم به راحتی گذاشت و رفت. منم مقصر بودم، خیلی سادگی کردم، من شرمندم. خیلی خب بچه ها، صفحه 43 رو باز کنیم. در نهایت وقت برگشتگی رودا باعث ناراحتی همه شد. حالا یک صدا بخونین. البته هیچ کس دوست نداره دربارش حرف بزنه یا بهش اشاره کنه. تو بلرواتر مسائل تلخو اینطوری فراموش میکنن، روشونو برمیگردونن و تظاهر میکنن که اصلا اتفاقی نیفتاده. فقط میخوام بدونی هنوز رمانمو نذاشتم کنار، منتظرم تا بخش بعدی داستان خودش به من الهام بشه. نقشه خوبی. شخصیت ها هر جا برن دنبالشون میرم، این تنها کاریه که یه نویسنده میتونه بکنه. باورم نمیشه این نویسنده ها همیشه سرشون برای چیزای عجیب و غریب درد بکنه.